فصل 16. پولس به اتفاق سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی می کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قونیه از او تعریف می کردن و پولس میل داشت او را همراه خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را ختنه نمود، زیرا همه می دانستند که پدرش یونانی بود. آنان همچنان که شهر به شهر می گشتن، تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می سپردن تا بر طبق آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد. وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه می‌گذشتند، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند. وقتی به سرحد میسیه رسیدند، سعی داشتند به استان بتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او می گفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. به محض اینکه پولس این رویا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. در ترواس سوار کشتی شدیم و یکسره به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روزی اقامت کردیم. روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه‌ای که گمان می‌کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه که پارچه‌های ارغوانی می‌فروخت. او از اهالی شهر تیرا و زنی یکتاپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد و هنگامی که او و خانواده‌اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت: اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می‌دانید، بیایید و در منزل من بمانید. و آنقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می‌رفتیم، به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و غیب‌گویی داشت و از این راه منافع سرشاری نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولس افتاد و فریاد می‌کرد: اینان غلامان خدای متعالن و راه رستگاری را به شما اعلام می نماین. چند روز کارش همین بود تا سرانجام حوصله پولس سر آمده. به سوی او برگشت و به آن روح گفت: به نام عیسی مسیح تو فرمان می دهم از او خارج شو. و در همان لحظه از او خارج شد. همین که اربابان کنیز دیدن امید منافع خود را از دست دادند، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. وقتی آنان را پیش مأمورین رومی آوردند، گفتند: این مردان که یهودی هستند شهر ما را برهم می‌زنند. ایشان رسومی را تبلیغ می‌کنند که قبول آنها و عمل کردن با آنها برای ما رومیان جایز نیست. مردم نیز در این حمله با آنان پیوستند و مأمورین لباس‌های آنان را درآوردند و دستور دادند آنان را چوب بزنند. بعد از کتک زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اکید دادند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این دستور زندانبان آنان را در زندان داخلی محبوس کرد و پای‌های ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت. نزدیکهای نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می‌خواندند و زندانیان دیگر گوش می‌دادند که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد، به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه درآورد
تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد، چون تصور می کرد زندانیان فرار کردند. اما پولس به صدای بلند گفت: به خود آسیبی نرسان، همه ما اینجا هستیم. زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد و در حالی که از ترس می لرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد. سپس آنان را بیرون آورد و گفت: ای آقایان، من چه باید بکنم که نجات یابم؟ پاسخ دادن: به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانت نجات خواهی یافت. آنگاه پیام خداوند را به او و جمعی اهل خانش رسانیدن. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شستشون نمود و بیدرنگ او و خانوادهش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانهش از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بی نهایت شاد گشتند. همین که روز شد، مامورین رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند که آنان را آزاد کنند. زندانبان این خبر را به پولس رسانیده گفت: مامورین رومی دستور دادند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سلامت بروید. پولس در پاسخ گفت: ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در ملای عام و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا می‌خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز، خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند. پاسبانان گفتار پولس را به اطلاع مامورین رسانیدند. وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند، بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند. به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیا رفتند و پس از اینکه برادران را دیدند و به ایشان دلگرمی دادند، آنجا را ترک کردند.